سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. من نگار رهنما هستم، به کانال رسول انگویج خوش اومدید. امروز میخوایم یک بخش مهم از مکالمه های زبان ایتالیایی رو با هم یاد بگیریم، یعنی راه های مختلف خداحافظی کردن به زبان ایتالیایی. یادتون نره که قبل از شروع چنل رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از بقیه ویدیوهایی که در مورد مکالمه زبان ایتالیایی آپلود میشه بلافاصله مطلع بشید. سلام های مختلف زبان ایتالیایی آشنا هستید، حتما با کلمه چاو برخورد کردید، و اگر هم که آشنا نیستید میتونید از این قسمت ویدیوی سلام های مختلف زبان ایتالیایی رو حتما ببینید. کلمه چاو همونطور که قبلا هم گفتیم به معنی سلام و خداحافظی هر دو هستش. بسته به این موقعیت که کسی داره وارد یک جمع میشه ما بهش میگیم چاو به معنی سلام، و یا داره وقتی خارج میشه میگیم چاو به معنی خداحافظی. پس اولین راه هست چاو. چاو، خداحافظ. حالا میتونیم خیلی دوستانه تر این خداحافظی رو به شخص مقابلمون بگیم. میتونیم بگیم چاو چاو، خداحافظ، مثل کلمه بای بای در زبان انگلیسی. با وجود اینکه چاو خیلی کاربردیه و خیلی زیاد استفاده میشه، راه حل خوبی برای همه شرایط نیست. یعنی فقط میتونیم در صورتی از چاو و یا چاو چاو استفاده کنیم که داریم با دوستامون، همکلاسیامون یا همکارهامون صحبت میکنیم. اگر بخوایم یک خداحافظی رسمی تر، یه مقدار رسمی تر داشته باشیم، میتونیم بگیم اریودرچی. اریودرچی یعنی خداحافظ. اگر یک پله بخوایم رسمی تر بکنیم نوع خداحافظی کردنمون رو، میتونیم بگیم اریودرلا. اریودرلا. توجه داشته باشید که جایی که حروف زبان ایتالیایی دو بار تکرار میشن، حتما لازمه که روی اون حرف تمرکز بیشتری بذاریم، تاکید بیشتری بکنیم، مثل اریودرچی یا اریودرلا. پس در مکالمه با رئیسمون، معلممون، پدر و مادرمون باید بگیم اریودرلا. اصطلاحی که الان میخواییم باش آشنا بشیم هست اپرستو. اپرستو، بعدن میبینمت. همینطور میتونیم بگیم ادوپو. ادوپو، تا بعد، فعلا خداحافظ. ادوپو. یا میتونیم بگیم ادومانی. ادومانی. دومانی به معنی فردا هست و ادومانی یعنی تا فردا خداحافظ. همینطور میتونیم به جای این کلمه یکی از روزهای هفته رو جایگزین بکنیم. اگر که ویدیوی روزهای هفته رو ندیدید از این قسمت حتما ببینیدش. و میتونیم برای مثال بگیم ادومینیکا. ادومینیکا، تا روز یک شنبه. یعنی ملاقات بعدی که ما با اون شخص داریم تو روز یک شنبه هست. الوندی. اجوودی. هر کدوم از این روزها میتونه جایگزین بشه و با کلمه ا استفاده بشه. همینطور میتونیم بگیم بوناناته. بوناناته، شب بخیر. وقتی یک نفر میخواد به خواب بره، شب بخیر. یا میتونیم بگیم بانا جرناتا. بانا جرناتا، روز خوبی را داشته باشید، خداحافظ. و اگه شب باشه میگیم بانا سراتا. بانا سراتا، شب خوبی را داشته باشید، خداحافظ. یا بسته به روزهای هفته هم میتونیم این کلمه رو تغییر بدیم. بانا دومینیکا، بانا لوندی، بانا سابتو، یا هر روز هفتهی که دیگه میتونیم جایگزین بکنیم. مثلا دوشنبه خوبی رو داشته باشید، پنج شنبه خوبی رو داشته باشید، یا یک شنبه خوبی رو داشته باشید، بسته به روزی که داریم درش استفاده میکنیم. خب بچه‌ها، ممنونم از همراهیتون. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، و اگر سوالی براتون به وجود اومد حتما توی کامنت ها بپرسید. تا ویدیوی بعدی، اریودرچی.